تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 34 از سوره بقره. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. یاد کن زمانی را که به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس سر باز زد، ابا و استکبر، سر باز زد و تکبر کرد و سجده نکرد و از کافرین شد. ابلیس از فرشته ها نبود، از جن بود، چون در سوره کهف آیه 50 میخونیم کان من الجن. نژاد ابلیس از جن بود، منتها بین فرشته ها عبادت میکرد. خب سجده بر آدم شرک هست یا نه؟ چون به فرمان خدا شرک نیست. هر کاری که فرمان خدا بالا سرش باشه این بندگی خداست. خب چون عبادت واقعی اونه که فرمان خدا رو داشته باشه، هر چی که فرمان خدا رو داشت شرک نیست. ابلیس داریم که گفت من سجده به آدم نمی کنم، اما هرچی بخوای عبادت تو رو میکنم. ولی قرآن درباره او میگه که از کفاره، یعنی اگر دلت بخواد یه کاری بکنی اون دله. افرادی هستن میگن بابا من خمس نمیدم، اما ده برابر خمس به کفارا کمک میکنم. مثل که میگه من وضو نمیگیرم، از هرچی بخوای تو اقیانوسا شیرجه میرم، صبح تو شما هم شیرجه بری بازم بی وضو هستی. گاهی دست من خون میشه، میگم آقا یه چسبی بیار من اینو بچسبونم اینجا، یا یه باندی بیار پارچه سفیدی ببندم. شما میری 10 تا لاف کرسی میاری، 100 تا لاف بیاری دستور من انجام ندی. میگم یه پولی بده میخوام تلفو کنم، شما چک به من میدی، اسکناس میدی، نیاز منو تامین نکردی، من پول خرد میخوام، پول فلزی میخوام، شما اسکناس من میدی. عبادت اونیه که خدا میخواد. اگر خدا میگه روزتو بخور، عبادت تو به روز خوردنه. مادر روزت بخور، چون اگر روزه بگیری در شیرت اثر میذاره، بچت تغذیه بچت ناقصه. به خاطری که بچت تغذیه شیرت شما خوش نشه، کم نشه، اسلام میگه روزت بخور. حالا شما میگی نه من دلم نمیچسته. خب پس دیگه دله. خیلی وسواسی ها خیال میکنن بنده خدا، اینها بنده دلن. چون خدا میگه پاک شد، پیغمبر میگه پاک شد، امامان معصوم میگن پاک شد، مراجع تقدیم پاک شد، این میگه به دلم نچسبید. پس دل خدا نیست. یعنی همه میگن پاک شد، ایشو میگه پاک نشد. یعنی خدا تو دروغ میگی، پیغمبر دروغ میگی، تو میگی پاک شد، من میگم پاک نشد. یعنی وسواسی مسئله دله. ابلیس گفت من به آدم سجده نمیکنم، هر چی میخواد سجده کنم فایده نداره. اون که من میگم اینجا ارتش میگه دستو بذار اینجا، شما بذار بالاتر مسخره، بذار پایینتر مسخره. خب ابلیس ابا که خلافی کرد که سبب فسقش شد. در سوره کهف آیه 50 داریم ففسق عن امر ربه، یعنی کسی که دستور خدا رو انجام نده فاسقه. گاهی می‌پرسن فاسق کیه؟ فاسق کسی است که امر خدا رو نافرمانی کنه. ففسق عن امر ربه، سوره کهف آیه 50، فرمان صریح رو کسی زیرش بزنه فاسقه. واستکبره، حالا گاهی وقتا کسی یه فرمان رو انجام نمیده اما متکبر نیست، میگه خدای من بنده تو هم ولی حالا اینجا غلط، یعنی حالا دنبال حوثش میده، ولی استکبره. استکبار یعنی اون سبب دوزخیش میشه. استکبره چون فبئس مثوى المتکبرین. در سوره زمر آیه 72 داریم که کسی که متکبره جاش جهنمه. حالا سجده بر آدم تنها به خاطر شخص اونه بود، به خاطر نسل و اولاد او بود، چون در جای دیگه در سوره اعراف آیه 11 میخونیم خلقنا کم، نمیگه خلقنا که، به نسل بشم میگه، یعنی آدم و ذریه. خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم،
یعنی همه تون آفریدیم، بعد با فرشته گفتیم سجده کنید برای آدم. ای خلقناکم یعنی آدم و نسلش. خب عرض کنم با دور شما که سجده ای بر آدم به خاطر جسم آدم نبود، به خاطر روح او بود، چون در جای دیگه در آیه هجر در سوره هجر آیه 29 داریم که فیضا سویتو و نفختو فی همین روحی فقعوله ساجدین. وقتی انسان را معتدل آفریدم و روح خدا درش دمیده شد، حالا میگیم سجده کنید. یعنی سجده بعد از دمیدن روح الهیه، یعنی سجده مال بعد معنوی انسانه، ولی جسم انسان که اصلاً که ما در جسم خیلی امتیاز نداریم. درسته در جسم هم یک امتیازی داریم، اما اون چیزی که باعث شد که میگه فقعوا له ساجدین، برای او سجده کنید، به خاطر نفخت و فیهم روحی، یعنی بعد معنوی و ملکوتی انسانه، استعدادها و لیاقتها و ظرفیتهای معنوی و باطنی انسانه که سبب شد که فرشته سجده کنن. ولی در آفرینش که کوها از ما زفترن، انتم اشد خلقن ام السماء، شما محکمترید یا آسمون. خب اینجا یه جمله بگم، بی‌انصافیه که همه فرشته ها بر ما سجده کنن ما برای خدا سجده نکنیم. بی‌انصافی، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سجده فرشتگان موقتی بود، اما نزول فرشتگان بر مؤمنین و استغفارشون بر انسان دائمیه. شما نگو آقای قرطی حالا چیه داری میگی؟ یه چیزی چند هزار سال پیش خدا انسان رو آفرید و به فرشته رو سجده کن، این چه ثمره بر ما داره؟ ثمره اینه که بشر تو عزیزی، وقت تلف نکن. بشر تو ظرفیت تا بی نهایته. بشر تو ظرفیت دینه که علوم همه علوم داشته باشی. بشر تو به مقامی رسیدی که میتونه فرشته برای تو سجده کنن، روح خدا در توه. یعنی انسان شناسی، یعنی قصه، خدا قصه نمیگه، ولی ماجرایی که نقل میکنه این ماجرا به انسان میگه که قدر خودتو داشته باش، که تو کی هستی، خودتو مفت نفروش. میدونی کی هستی؟ یه با دیگه میگم، تکرار میکنم، یک، خلیفه خدا هستی. دو، خدا سر آفریدن تو با فرشته ها که چشک و چونه زدن جواب اونها رو داد. ظرفیت علمی تو بی نهایته. فرشته ها عظمت تو رو پذیرفتن با اینکه اول نق می زدن، یعنی گیر داشتن. تمام فرشته ها به تو سجده کردن. موجودی که به تو سجده کرد فاسق شد و مورد قهر و غضب و لعن خدا قرار گرفت بره میشه. این انسان شناسی شماست. اگر انسان بفهمد چقدر ارزش داره، نه دقیقه عمرش رو تلف میکنه، نه حاضر خدایی که اقدر به کرامت داده. خب خدا به تو کرامت داد، تو خدا رو کریم نمیدونی؟ فرشته‌ها به تو سجده کردن، تو به خدا سجده نمیکنی؟ این انصافه؟ اینا قصه نیست، یعنی هر کلمش یک نکته و پیامی داره. فرشته هم مثل انسان مورد خطاب و امر و نهی قرار میگیرن. اسجدوا لآدم، سجده کنید. لیاقت از سابقه بهتره، چون فرشته ها سابقه شون بیش از انسان بود. فرشته ها قبل از انسان متولد شدن، ولی انسان لیاقتش بیشتره. اگر کسی سابقهش هست و یه جوانی هست، سابقهش خیلی مثل پیره نیست، اما عرضش بیشتره. در مدیریت سابقه مهمتره یا عرضه؟ لیاقت مهمتره. این یکی از در عزل و نصب افراد. خطرناکتر از نافرمانی در عمل بی‌اعتقادی به فرمان است. یه وقت انسان یه عملی انجام نمیده، بعدم میگه معذرت میخوام. یه وقت میگه تو قابل نیستی که من گوش حرفت بدم. مهمتر از عبا و تکبر هست. یعنی غیر از اینکه نافرمانی انجام میده، تکبرم میکنه. و تکبر و جسارت ابلیس در چشمه همه بدبختی ها شد. خب خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، قدر خودونو بدونیم، اون چه تو از ما میخوای ما اون باشیم و اون چه از تو از ما نمیخوای ما اون نباشیم. این بحثم که آیه 34 سوره بقره بود تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.